ولی من سنگین بهم میاد با میگم مرغ شکل نیم یکی از مراسماتی که البته بر اساس مجوزاتی که به بهره برداران داده میشه و زمان ورود و خروجشون تو اون مشخص میشه. این زمان ورود رو حالا به صورت آیینی یا نمادین یه مراسمی هست به اسم مرغ شکنی که دامداران میان تو منطقه با همدیگه یک همفکری میکنن که چه کارهایی رو توی عرصه انجام بدن. یه بخشی از شروع فصلش مربوط به یک سه هستش و که مربوط به دامهای گاویه و یه بخشش هم مربوط به دامهای گوسفندی که ورودشون 25 سه هر سال هست که دامداران با رعایت این موضوع وارد عرصه میشن که به طبیعت هم کمک بکنن که به طبیعت توانایی این داشته باشه که بتونه علوفه یه سال بعد رو هم تامین کنه با تولید بذری که انجام میشه. ما آمارگیری افرادی که الان در مقطع حضور دارن رو انجام میدیم. افرادی هم که نیومدن رو دامداران اعلام میکنن، حالا علت عدم حضورشون هم مشخص میشه. اگر مشکل خاصی داشتن یا مثلا کار برایشون پیش اومده نتونستن بیان، دامدارا تایید بکنن، استمرار دامدارشون تایید میشه و الا اگر ترک دامداری کرده باشن تحول شرایطشون باطل میشه. حالا یه بررسی میدانی داریم انجام میدیم و آمار اطلاعات رو جمع‌آوری میکنیم. یکی از بزرگترین و مهمترین عرصه های ملی که در کشور ما وجود داره مراتع هستند. مراتع به لحاظ اکوسیستم و زیست محیطی داره ارزش های بسیار زیادی هستند. در حفظ امنیت زیستی کشور نقش بسزایی دارند. در حفاظت از آب و خاک کشور نقش بسیار بالایی دارند. زمانی که بارندگی ها در ارتفاعات اتفاق میفته، حضور و وجود گونه های گیاهی شامل گونه های بوته‌ای، علفه‌ای و پهنبرگ باعث میشه که خیلی از این بارندگی ها و نزولات آسمانی در سطح خاک جاری نشه و جلوگیری کنه از بروز سیلاب ها و در سفره های آب زیرزمینی ذخیره بشه و چشمه ها رو پر آب کنه. در سال جاری به دلیل بارش های بسیار خوبی رو که ما در فصل رویش گیاهان داشتیم سبب شده تا پیش از موعد ما بتونیم دام ها رو گسیل کنیم به مراتع و این هم باعث افزایش تولید پروتئین و علوفه موجود در مراتع شده که امیدواریم رونق اقتصادی رو برای دامداران و روستاییان ما در به همراه داشته باشه. حضور خود دامداران در تک تک این مراتع به عنوان قربانان و حافظین منابع طبیعی لحاظ میشه و میتونن به عنوان چشم گوش سازمان منابع طبیعی باشن و کمک کنن در حفاظت از این منابع ارزشمند خدادادی. هر ساله در خرداد ماه دام‌های سبک و سنگین از جنگل‌های غرب مازندران طبق یک سنت دیرینه به نام قروشکنی از جنگل‌ها خارج و وارد مراتع می‌شوند. غرب مازندران دارای 197 هزار هکتار مراتع می‌باشد.